سلام، به کانال یوتیوب بافتنی با لیلا خوش اومدید. در این ویدیو آموزش یقه هفت رو داریم و تقسیم از بالا که سجاف لباس هم سر خود لباس بافته میشه. لطفاً آموزش ها رو فقط از طریق همین کانال مشاهده کنید. کانال های تلگرامی و شبکه های اجتماعی دیگه مجاز به کپی و بازنشر این آموزش ها نیستند. ممنونم که منو همراهی میکنید. برای بافت این لباس من از کانوای آلیزه هپی بیبی استفاده می کنم و این کانوا 100 گرم هست، 330 متر با میل شماره 3-4 و همینطور قلاب شماره 3-4 بافته میشه و این هم شماره رنگش هست. برای شروع باید به تعداد دونه هایی که برای سجاف لباسمون نیاز داریم سر بندازیم. من اینجا سجاف لباسم رو 10 تا دونه در نظر میگیرم. شما بستگی داره به ضخامت کانواتون و سنی که دارید براش میبافید. ببینید میخواید سجاف لباستون چند تا دونه باشه و همون تعداد رو سر بندازید. این یه لباس یقه هفت هست، از بالا بافته شده و سجافش سر خودشه. اول روی این بهتون نشون بدم که از کجا میخواییم شروع کنیم به بافت و چند سانت باید ببافیم و بعد دیگه بریم روی بافت بهتون نشون بدم. ما از این قسمت شروع میکنیم به سر انداختن. پهنای سجاف رو اول سر میندازیم. پهنای سجاف بستگی داره به سایز کانوا و میلتون و سنی که دارید براش میبافید و خودتون این پهنا رو هر تعداد که بخواید در نظر میگیرید. بعد از اینکه دونه هاتون رو سر انداختید، حالا چند سانت ببافید. تعداد خطای رکن و سانتی که باید ببافید از وسط پشت گردن هست تا این قسمت گردن. میتونید یک امتداد از زیر بغل بدید تا اینجا و این قسمت رو سانت بگیرید. از وسط پشت گردن تا این قسمت رو سانت بگیرید. ببینید چند سانت هست برای شخص و به همون اندازه باید رکن ببافید. بعد از اون این قسمت بعدی رو هم میبافیم و دیگه دونه هامون رو میشماریم و تقسیم میکنیم. برای این لباس توی تقسیمش اول خط تقسیم ها و آستین و پشت داریم. فقط برای اینا تقسیمش میکنیم. دونه برای جلو بر نمیداریم. دونه های جلو بعد به مرور دیگه اضافه میشن و به وجود میان. خب بریم که دونه ها رو سر بندازیم و ببافیمش. برای شروع من 10 تا دونه سر میندازم. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 و دیگه شروع میکنم به بافت. زیر میبافم و هر رج رو زیر میبافم رکن برای سجاف لباسم. میتونید دونه ها رو از پشت دونه ها ببافید به این شکل و میتونید ساده ببافید. حالا برای این لباس من دیگه ساده به همین شکل از زیر میبافم دونه ها رو. پس چند رج رکن میبافم تا حدود 13 یا 14 تا خط بیفته. هر 2 رج زیر که میبافیم 1 خط رکن میفته. پس دیگه من بافت رو ادامه میدم و حدود
13 تا یا 14 تا خط رکن میبافم. وقتی که رکن میبافید دقت کنید که دونه اولو درست بردارید، کنار کارتون اینطوری منظم بشه، چون بعد میخوایم از کنار کارمون دونه بگیریم. این نخو اینجوری نندازید دور دونتون که گره بخوره، پیچ بخوره. اگر دونه آخر رو زیر بافته بودید، اول رج نخو بگیرید روی میل و دونه رو به این شکل بردارید. حتما اینو دقت کنید که کنار کارتون مرتب باشه. من این رج رو تا آخر ببافم، باز ابتدای رج بعد بهتون نشون بدم که دونه رو چطور بردارید. اگر که دونه آخر رو زیر بافتید، رج بعد نخو بگیرید رو، بعد دونه رو به این شکل بردارید. این نخو نندازید اینجوری دور دونتون، پیچ ندید. نخ رو باشه، دونه آزاد باشه و دونه رو بردارید و به بافتتون ادامه بدید. هر دو سمت کارم الان من منظم هست، برای شما هم به همین شکل باشه. خب من بافت رو ادامه دادم و 14 تا خط رکن بافتم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 و 14 تا. از این سمت هم که بشماریم 2, 4, 6, 8, 10, 12 و 14 تا خط بافتم. حالا نخم رو جدا می کنم و باید از این سمت شروع کنم، همین 10 تا دونه رو بگیرم و همین اندازه ببافم. چرا این کار رو انجام میدم؟ به خاطر اینکه این درز سجاف بیفته وسط پشت گردن. خب من یه مقدار کامبامو بلندتر جدا کردم، شاید بعد بخوام یک رج روی این ببافم و حالا باید از این سمت شروع کنم به دونه گرفتن. الان بلندی کار من حدود 7 سانت شده. برای سنهای بیشتر دیگه این باید بلندتر بافته بشه. حتی برای افراد بزرگ سال و چاق تا 17 سانت هم میتونیم ببافیم. حالا من این دونه ها رو از توی میلم در میارم. فعلا به اینا نیازی ندارم. داخل سوزن نگهشون میدارم و از سمت مقابل شروع میکنم به دونه گرفتن. این سمت که دونه هاش منظم هست، از این طرف دونه ها رو میگیرم. کاموامو از این دونه اول بیرون میارم و شروع میکنم به دونه گرفتن. اینجا میتونم کاموامو گره بزنم و از همین دونه یک دونه بیرون بیارم. برای اینکه بتونم بعد دونه ها رو، این نخ ها رو مخفی کنم، دیگه نخم رو به این نخ اولیه گره نزدم که بعد بتونم مخفیشون کنم. از داخل همین یک دونه میگیرم به این شکل و بعد دیگه از داخل هر گندمی یه دونه میگیرم. این دوتا، این سه‌تا، 4, 5, 6, 7, 8, 9 و این دونه آخر 10 تا دونه. باید همون 10 تا دونه ای رو که سر انداختیم حتما این قسمت داشته باشیم که سجافمون کوچک و بزرگ نشه. حالا شروع میکنم میبافم اینا رو. به همون تعداد رجی که برای اون سمت بافتم، اینا رو هم همونقدر میبافم. همون 14 تا خط بیفته. ادامه میدم و به همون اندازه میبافم. من
ادامه دادم، این سمت رو هم به اندازه این یکی بافتم. از اینجا که دونه گرفتم 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 تا خط رکن یعنی 28 رج زیر بافتم. الان نخم این سمت کار هست. این قسمت رو هم که داخل سوزن نگه داشتم نخم این سمت هست. پس دو تا نخ به یک سمت باشه. و درزی که اینجا افتاده بیفته پشت کار. ما به این روی کار نیاز داریم. حالا باید تعداد دونه ای رو که این قسمت داریم بشماریم و بعد روی کاغذ تقسیمش کنیم. از این دونه من شروع میکنم میشمارم. این گندمیه اولی، این که سر میل هست، نه، این گندمیه اولی. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 و 28. پایه این دونه آخری هم شمرده میشه. 28 این یکی که سر سوزن هست رو دیگه نمیشمارم، فقط پایش، گندمی ها. پس من الان 28 گندمی دارم. باید اینا رو روی کاغذ تقسیم کنم و بعد شروع کنم روی بافت انجام بدم. 28 دانه ای رو که داریم اول خط تقسیم هامونو کم می کنیم ازش. اگر خواستید خط تقسیم هاتون یک دونه ای باشه، چون 4 تا خط تقسیم داریم 4 تا دونه کم می کنیم. اگر خواستید خط تقسیماتون دو دونه ای باشه، 4 دوتا میشه 8، پس 8 دونه کم می کنیم. من اینجا میخوام خط تقسیمان 2 تا دونه باشه هر کدومش، پس 8 کم می کنم. 4 تا 2 تا میشه 8. 8 از این دونه ها کم میکنم، 20 دونه برام میمونه. حالا این 20 دونه رو باید تقسیم کنم برای آستین و پشت. گفتم که توی این لباس فعلا برای جلو دونه ای بر نمیداریم، دونه های جلو بعد به وجود میان. این 20 رو میتونیم تقسیم بر 4 کنیم، میشه 5. برای هر آستین یک قسمت برمیداریم، هر آستین 5 تا دونه. برای پشت 2 تا 5 تا برمیداریم، برای پشت 10 تا دونه برمیداریم، میشه 5 تا برای آستین، 10 تا برای پشت، 5 تا برای آستین بعدی، میشه 20 تا دونه. اینجا باید از خط تقسیم شروع کنیم. اینجا 2 تا دونه برای خط تقسیم داریم. بعد باید آستین رو ببافیم. دوباره اینجا 2 تا دونه خط تقسیم. بعد پشت 2 تا دونه خط تقسیم، آستین بعدی، و اینجا دوباره 2 تا دونه خط تقسیم داریم. 4 تا 2 تا 8. حالا میریم که روی بافت بهتون نشون بدم. خب حالا تقسیمی رو که روی کاغذ انجام دادیم میخواییم روی بافت انجام بدیم. این 10 تا دونه سجاف رو بافتیم. باید از خط تقسیم شروع کنیم. برای این مدل از خط تقسیم شروع میکنیم. برای لباسایی که از بالا میبافیم باید قبل و بعد از خط تقسیم اضافه کنیم. پس من اینجا بعد از این 10 تا دونه اول یه دونه ژوته میندازم. بعد باید یه دونه خط تقسیم ببافم. از داخل هر گندمی یک دونه میگیرم. از همین گندمی اول شروع میکنم. به این شکل میلمو میبرم داخلش و یه دونه میگیرم. خط تقسیمم دو تا دونه ای بود، پس یه دونه دیگه هم میگیرم. این شد دو تا دونه، دو تا دونه خط تقسیمم. بعد از خط تقسیم یه ژوته. پس شد 10 تا دونه سجاب، ژوته، دو تا زیر ژوته. این خط تقسیم هست. باید به این دو تا دونه علامت بزنید که اینا رو بعد اشتباه نکنید. همین رج اول. خب پس از داخل این دونه گرفتم. حالا میریم برای آستین. باید دونه های آستین رو ببافیم. 5 تا دونه برای آستین داشتیم. 1, 2, 3, 4,
و 5 تا دونه برای آستین. دوباره یه خط تقسیم ژوته، 2 تا دونه میگیرم برای خط تقسیم یه ژوته. حالا باید دونه های پشت رو ببافیم. 10 تا دونه داشتیم برای پشت. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 و 10 تا دونه. باز یه خط تقسیم دیگه باید ببافیم. یه ژوته، 2 تا دونه میگیرم برای خط تقسیم یه ژوته. دوستانی که مبتدی هستند اول بافت کت ساده از بالا رو باید ببینن که این خط تقسیم ها و اضافه کردن ها رو متوجه بشن که این بافت براشون آسون تر بشه. بعد از این خط تقسیم باز 5 تا باید ببافم برای آستین. 1, 2, 3, 4 و 5 تا. بعدش یه دونه ژوته، 2 تا زیر، یه دونه ژوته. حالا باید این دونه ها رو بگیرم داخل یک میله دیگه و ببافمشون. اینا رو از سوزن در میارم، داخل یه میله دیگه میگیرمشون، و پشت سر این ژوته‌ای که آخر کار انداختم باید این 10 تا دونه رو هم ببافم. به این شکل. از این به بعد دیگه میلم رو عوض میکنم، با یه میله سیمی یا گرد میبافم که بتونم راحت بافتم و انجام بدم. از این به بعد رجای روی کار باید قبل و بعد از خط تقسیم ها اضافه کنیم و باید بدونیم که خط تقسیم هامون کجا هستن. اگر که مبتدی هستید و اشتباه میکنید، حتما مثل من با یه مارکر یا نخ رنگ دیگه این دونه های خط تقسیم رو علامت بزنید. 4 تا جای خط تقسیم داریم که هر کدومش رو 2 تا دونه ای من برداشتم، به اینا با رنگ دیگه علامت زدم. شما هم اینطوری بشمارید، 2, 4, 6, 8, 10 تا برای سجاف بود، یه ژوته، 2 تا زیر، یه ژوته. به این 2 تا زیر علامت زدم. بعدش 2, 4, 5 تا برای آستین بود، ژوته، 2 تا زیر، ژوته. دوباره به این 2 تا زیر بین 2 تا ژوته علامت زدم. بعدش 2, 4, 6, 8, 10 تا برای پشت بود، ژوته، 2 تا زیر، ژوته. دوباره علامت زدم. 5 تا برای آستین بعدی، 2, 4 و 5 تا، یه ژوته، 2 تا زیر و یه ژوته. به این 2 تا زیر علامت زدم. وقتی که میخواین سجاف بعدی رو ببافین دقت کنین که این ژوته در نره. بعدش هم باید 10 تا دونه سجاف داشته باشیم. 2, 4, 6, 8 بعد 10 تا دونه برای سجاف بعدی. این کار که انجام بدید دیگه مطمئنید که اشتباه نمی کنید. قبل از اینکه شروع کنم رج پشت کار رو ببافم، این نخهای اضافی رو من مخفی میکنم. برای مخفی کردن نخهای اضافی هم گفتم که با قلاب این کار رو انجام میدیم و پشت کار اینها رو مخفی میکنیم و بعد میچینیمشون طوری که مشخص نباشن. این یکی نخ رو هم همینطور مخفی می کنم داخل دونه ها
و بعد دیگه اضافه شونو میچینم. میتونید یه حلقه درست کنید، انتهای نخ رو از داخل حلقه رد کنید، بکشید یه گره بخوره و بعد اضافهش رو بچینید. این یکی نخ رو هم به همین صورت گره میزنم و میچینم و همینطور این نخ. دیگه به اینم نیاز ندارم. دیگه نخ اصلیم این هست. این یکی رو هم مخفی میکنم و اضافهش رو میچینم. درج پشت کار دونه اول رو برمیدارم. سجاف ها رو که باید رکن ببافیم، زیر ببافیم و بقیه دونه ها رو طبق مدلمون میبافیم. 2, 4, 6, 8 9 و 10 تا دونه برای سجاف دارم. حتما دونه های سجافتون رو بشمارید هر دفعه که کم و زیاد نشن. بقیه دونه ها رو میخوام رو ببافم رج پشت کار. این ژوته رج پیش هست. میخوام سوراخ نیفته، به صورت ژوته بسته بافته بشه. دو تا نخ داره، یه بلند یه کوتاه. این کوتاه روی میل رو میبافم که به صورت ژوته بسته بافته بشه. این دوتا دونه خط تقسیم و ژوته بعدی رو هم به رو میبافم. میرسم به دونه های آستین. یک دونه شو بافتم. میتونیم برای آستین و پشت دونه اضافه کنیم، چون وقتی که دونه ها رو گرفتیم داخل دونه های عمودی ما افقی بافتیم. این دونه های عمودی هر کدوم برای دو تا رج بود، ما یک دونه داخلش بافتیم، پس میتونیم یکی دو تا دونه با فاصله اضافه کنیم پشت کار. فقط همین رج دوم، رج های دیگه نه، فقط همین رج. یک دونهشو بافتم، یه دونه دیگه هم میبافم. برای دونه سومی آستینم توی این پایه دونم، این گندمی، یه دونه به رو اضافه میبافم و بعد خود دونه رو هم میبافم. پس اینجا یک دونه به دونه های آستینم اضافه کردم از پشت. بعد خط تقسیم بعدی رو به رو میبافم. میرسم به دونه های آستین، ببخشید به دونه های پشت. برای دونه های پشت هم میتونم یکی دو تا دونه اضافه کنم. این خطی که وسط هست، خط درز، یکی دو تا این سمت این خط اضافه می کنم، یکی دو تا هم این سمت، ولی با فاصله. الان من دونه هام کمه، فقط یه دونه اضافه می کنم. شما اگر دونه هاتون زیاد بود میتونید دو تا یا سه تا دونه اضافه کنید. اینجوری پایه دونهمو می گیرم و داخلش یک دونه اضافه به رو می بافم و خود دونه رو هم می بافم. اینا رو میبافم، از درز رد میشم، میرم اون سمت. اینجا هم باز برای این دونه توی پایش یک دونه اضافه میبافم به رو و بعد خود دونه رو میبافم. رسیدم به ژوته، دو تا دونه خط تقسیم، ژوته، اینا همه رو به رو میبافم. رسیدم به آستین بعدی. برای آستین بعدی هم یک دونه اضافه میکنم به این شکل. تو پایه یکی از دونه هام یه دونه رو میبافم و بعد خود دونه رو میبافم. این ژوته آخری تا اینجا رو بافتم. دیگه این 10 تا دونه سجاف، 2, 4, 6, 8, 10 تا دونه رو به زیر می بافم.
شما دیگه هر مدلی که بافته بودید باید طبق مدلتون ببافید. این از رج پشت کار. فقط همین رج دوم برای آستین و پشت و آستین اضافه کردم. رج سوم هستیم. رج روی کار. رج سوم دونه اول رو بر می دارم. این دونه های سجاف رو به زیر می بافم. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 و 10 تا دونه. می رسم به جوته، دوتا زیر جوته رج اول. از رج سوم بعد از این 10 تا دونه باید 1 دونه اضافه کنم و قبل از این 10 تا دونه آخر باید 1 دونه اضافه کنم. اینا رو 6 رج یک بار اضافه می کنم برای قسمت جلو. پس بعد از 10 تا دونه رج سوم 1 دونه اضافه می کنم که 6 رج یک بار این کار رو انجام می دم. ولی به خط تقسیمم که رسیدم هر رج روی کار باید اضافه کنم. این دونه رو می بافم، می رسم به 2 تا دونه خط تقسیم. 1 دونه جوته، 2 تا زیر، 1 دونه جوته. دونه های آستین رو می بافم. می رسم به 2 تا دونه بعدی خط تقسیم. اینجا باید 1 جوته، 2 تا زیر، 1 جوته ببافم. دوباره دونه های پشت رو می بافم تا برسم به خط تقسیم سوم. این 2 تا دونه خط تقسیم سومم هستن. جوته، 2 تا زیر، جوته، دونه های آستین. باز هم خط تقسیم چهارم، جوته، 2 تا زیر، جوته. این 1 دونه رو باید ببافم. میرسم به این 10 تا دونه. 2, 4, 6, 8, 10 تا. قبل از سجافم 1 دونه اضافه میکنم. این 6 رج یک بار انجام میشه. و سجاف رو به زیر رکن میبافم. این رج سوم بود، رج روی کار. بعد از 10 تا 1 دونه اضافه، قبل از 10 تا 1 دونه اضافه، قبل و بعد از خط تقسیم ها هم اضافه کردیم. رج چهارم، رج پشت کار. سجاف ها رو زیر می بافم، بقیه دونه ها رو رو می بافم. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 و 10 تا دونه. بقیه یه دونه ها رو باید رو ببافم. جوته ها به صورت جوته بسته بافته میشن به این شکل. بقیه رو رو میبافم. همه رو رو می بافم تا برسم به سجاف بعدی. فقط سجاف بعدی رو به زیر می بافم.
با این تعداد دونه‌ای که من بافتم این لباس الان کوچیک میشه به اندازه 1 ساله. ولی اگر کانوای شما ضخامتش بیشتر باشه و میلتونم درشت‌تر باشه، شمارش بیشتر باشه، به اندازه 3-4 ساله هم میشه با همین 28 دونه‌ای که این قسمت تقسیم کردم. دو، 4، 6، 8 و 10 تا دونه. این 10 تا دونه رو به زیر می بافم. رگ پنجم هستم. باز 3 جاف رو زیر می بافم. 10 تا دونه رو. می شمارم 2, 4, 6, 8, 9 و 10 تا دونه. اینجا دیگه بعد از 3 جاف اضافه نمی کنم. اینجا قرار شد 6 رگ یک بار اضافه کنم. این رگ روی کار اضافه نمی کنم. فقط اینها رو می بافم تا برسم به خط تقسیمم. به این 2 تا دونه خط تقسیم که رسیدم باید اضافه کنم. جوته، 2 تا زیر جوته و بعد دونه های آستین. پس دونه ای رو که قبل و بعد از 3 جاف رگ پیش اضافه کردم و 6 رگ یک بار اضافه می کنیم. ولی به خط تقسیم ها که رسیدیم هر رگ روی کار اضافه می کنیم. جوته، 2 تا زیر جوته بقیه دونه ها رو می بافم برسم به خط تقسیم بعدی. اینجا جوته، 2 تا زیر جوته. دقت کنید که برای خط تقسیم ها حتما درست اضافه کنید. اگر اشتباه اضافه کنید دونه های جلو و پشت و آستین مساوی هم نمیشن. اینجا جوته، 2 تا زیر جوته و بقیه دونه ها رو می بافم. اینجا هم قبل از 3 جاف اضافه نمی کنم. این رج. رج پشت کار باز 10 تای اول و آخر زیر و بقیه رو رو می بافم. من رج پشت کار رو بافتم چون تکراری بود دیگه بهتون نشون ندادم. 10 تای اول و آخر و زیر و بقیه رو رو بافتم. حالا رسیدم به رج هفتم. برای رج هفتم باز 3 جاف رو از زیر می بافم. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 و 10 تا. هر دفعه گفتم که 3 جاف رو بشمارید. هم رجای پشت کار و هم رجای روی کار. میخوام الان این رجای مدلم داخل ساده بافیم ببافم. برای جلو هنوز دونه هم به حد کافی نرسیده. پس برای این مدل نمیبافم. و هنوز زمانی نشده که بخوام اینجا بعد از 10 تا اضافه کنم. این رجام اضافه نمی کنم. رجای روی کار بعدی اضافه میکنم. پس دونه های جلو رو می بافم. می رسم به خط تقسیم. دیگه خط تقسیمم کاملا مشخصه. این خط صاف هست و اینا که اضافه می شن دونه ها کج هستند. اینجا یه دونه جوته، 2 تا زیر و یه دونه جوته. حالا برای آستین می خوام مدل داخلش ببافم. دونه های آستین رو می شمارم.
دو، چهار، شش، هشت، ده و 12 تا دونه. میخوام مدلم وسط بیفته. 3 تا دونه مدلم لازم داره. 12 رو منهای 3 میکنم. میشه 9 تقسیم بر 2، 4 تا و 5 تا. این 4 تای اول رو میبافم. 1، 2، 3 و 4. داخل این 3 تا مدلم رو میبافم که مدلم وسط بیفته. مدلم به این شکل هست که این 3 تا دونه رو با هم از زیر یکی میبافم، از میل سمت چپ خارج نمی کنم، یه دونه جوته و باز داخل 3 تا میبافم و بقیه یه دونه ها رو هم دیگه میبافم. این 5 تا دونه رو تا برسم به خط تقسیم. اینجا باز اضاف، دو تا زیر اضاف. حالا برای قسمت پشت باز هم میخوام مدل رو ببافم. باید تنظیمش کنم. مثلا میتونم 4 تا دونه ببافم، داخل این 3 تا مدل ببافم. بعد فاصله بین مدلام باید 3 تا دونه باشه. این 3 تا رو ببافم و 3 تا مدل و اینجا میشه 5 تا. پس خوبه. به این صورت میبافم. 4 تا دونه رو میبافم. توی این 3 تا مدل رو میبافم. سه تا رو از زیر یکی میکنم، یه جوته و باز داخل سه تا میبافم. سه تا دونه فاصله و اینجا باز مدل رو میبافم. و بقیه یه دونه های پشت میرسم به خط تقسیم. یه دونه جوته، دو تا زیر، یه دونه جوته. برای آستین بعدی هم این همون آستین قبلی، فقط قرینه. اول 5 تا میبافم، داخل این 3 تا مدل میبافم و بعد 4 تا. 3 تا یکی، جوته و 3 تا یکی. اسم این مدل، مدل ستاره ای هست. و بقیه دونه های آستین رو هم می بافم. می رسم به خط تقسیم، جوته، دو تا زیر، جوته. شما هر مدلی که دوست داشتید می تونید برای لباستون ببافید. قسمت جلو رو هم می بافم و سجاف رو هم می بافم. رج پشت کار باز 10 تای اول و آخر زیر هست و بقیه رو. رج هشتم دیگه اون رج هم میبافم و میریم برای رج نهم. خب باز رج پشت کار رو بافتم، رسیدم به رج نهم. من میلم رو هم تغییر دادم، دیگه با میل گرد میبافم. برای رج نهم هم سجاف رو میبافم. این 4 تا، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 تا دونه. اینجا دیگه 6 رج شده. باید بعد از 10 تا یک دونه اضافه کنم. نگاه کنید، 1، 2، 3، 4، 5. الان دیگه رج 6م هست، باید اضافه کنم. بعد از سجاف یه دونه اضافه میکنم. قبل از اون سجاف آخرم یه دونه باید اضافه کنم. دونه های جلو رو میبافم. به خط تقسیم هم که رسیدم، یه جوته، دو تا زیر، یه جوته، دونه های آستین رو میبافم. مدل رو هم سه رج باید ساده روش ببافم و بعد مدل رو تکرار کنم و بعد مدل جا به جا میشه توی این ستای قبل و ستای بعد از این که اون دفعه زدم مدل بافته میشه. پس باید سه رج ببافم. یه رج پشت کار بافتم، این رج روی کار الان ساده هست. میبافم دونه هامو تا برسم به خط تقسیم بعدی. دوباره
به این خط تقسیم که رسیدم جوته دوتا زیر جوته دونه های پشت رو هم میبافم. دیگه همینطور ادامه میدم. قبل از این ده تا هم یک دونه اضافه میکنم و ده تا دونه رو میبافم. خب ادامه دادم، قبل و بعد از خط تقسیم ها اضافه کردم، رسیدم به قسمت جلو، این دونه ها رو میبافم. 2, 4, 6, 8 و 10 تا دونه. قبل از 10 تا دونه یه ژوته و 10 تا دونه رو هم میبافم. این رج که اضافه کردم 5 رج باید ببافم و بعد دوباره بعد از 10 تای اول و قبل از 10 تای آخر اضافه کنم. این کار رو 6 رج یک بار انجام میدم. ولی هر رج روی کار قبل و بعد از خط تقسیم ها اضافه می کنیم و دیگه مدل رو هم که بافتیم 3 رج باید ساده ببافیم و رج بعد دوباره مدل بزنیم و مدل جا به جا می شه. بین مدل های قبلی باید مدل بافته بشه که باز بهتون نشون میدم. رج پشت کار رو بافتم. رج 11 سجاف رو می بافم. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 و 10 تا دونه. 2, 4, 6, 8 10 تا دونه. این دفعه که باید این مدل رو ببافم، چون دیگه رج سوم هستم، باید مدل تکرار بشه. برای قسمت جلو هم دونه هم بیشتر شده، دیگه میتونم برای جلو هم مدل رو ببافم. و وسط قسمت جلو رو تعیین میکنم و مدل رو میبافم. مثلا این دوتا دونه رو میبافم، توی این سه تا مدل میبافم و این دوتا دونه رو هم میبافم. پس دوتا رو میبافم، توی این سه تا دونه مدل میزنم. سه تا یکی جوته داخل سه تا میبافم و این دوتا رو هم میبافم. دیگه من علامت های خط تقسیم رو هم برداشتم، چون برای من دیگه مشخصه. شما هم هر وقت دیگه دیدید اشتباه نمی کنید میتونید علامت ها رو بردارید. این دوتا دونه خط تقسیمه، جوته دوتا زیر جوته. میرسم به آستین. برای آستین، برای مدلم دیگه روی سر خودش مدل رو نمی بافم. روی این ستا مدل رو نمی بافم. این ستای قبلش رو مدل می بافم. این دونه رو هم می بافم. توی این ستا باید مدل بزنم. ستا یکی جوته ستا یکی. روی سر خود مدل قبل رو ساده می بافم. ستا ساده. و باز توی این ستا مدل می بافم. ستا رو از زیر یکی، یه جوته و ستا یکی و بقیه یه دونه ها رو میبافم. همینطور که دونه ها اضافه میشن میتونیم تعداد گل ها رو هم اضافه کنیم. خط تقسیم، جوته، دوتا زیر، جوته. میرسم به دونه های پشت. برای دونه های پشت هم همینطور، روی سر خودش مدل نمیزنم، روی این ستا مدل رو میبافم. اینجا ستا یکی، یه جوته، ستا یکی. ستا ساده روی گل قبلی. اینجا مدل ستا یکی، جوته، ستا یکی. ستا ساده و باز مدل. رسیدم به خط تقسیم، جوته دوتا زیر جوته. آستین بعدی رو هم باید
توی این سه تا گل رو ببافم. اینجا سه تا یکی جوته، سه تا یکی، سه تا دونه ساده و باز گل تکرار میشه. جوته، دوتا زیر جوته. برای این قسمت جلو هم دوتا رو میبافم، یه دونه گل میبافم دوتا دونه و سه جاف. رج پشت کار هم که دهتای اول و آخر زیر و بقیه رو بافته میشه. دیگه بافتمون رو به همین صورت باید ادامه بدیم. دیگه نکته خاصی نداره. باید تا زیر بغل ببافیم. پس نکته هاش این بود که 6 رج یک بار بعد از 10 تا و قبل از این 10 تا اضافه می کنیم. هر رج روی کار قبل و بعد از خط تقسیم ها اضافه می کنیم. و این مدلی که بافتم. دیگه 3 رج ساده می بافیم و مدل رو تکرار می کنیم. فقط بین گل های قبلی مدل رو می بافیم. اگر که این طرف و این طرف هم دونه هامون اضافه شده بود می تونیم گل رو ببافیم. پس من دیگه به بافت ادامه می دم. چند سانتی دیگه به همین روش می بافم. من چند رج دیگه بافتم. یک بار دیگه هم اینجا گل رو بافتم و 3 رج ساده روش بافتم. الان میخوام بهتون نشون بدم که اینجا تعداد دونه هام بیشتر شده و این قسمت هم همینطور. پس میتونم یه گل دیگه این قسمت ببافم. این 3 تا دونه ای رو که قبلا گل روش بافته بودم الان دیگه نباید روش ببافم، باید ساده ببافم، ولی این دونه ها، این 3 تا رو میتونم داخلشون گل ببافم به این شکل. اینجا سه تا یکی جوته، سه تا یکی، روی این سه تا رو ساده می بافم و اینجا هم باز مدل رو می بافم. سه تا یکی جوته، سه تا یکی، سه تا ساده. این قسمت هنوز دونه هم به سه تا دونه نرسیده. اگر این قسمت هم رسید باز میتونیم این قسمت هم مدل رو ببافیم. سه تا ساده، اینجا هنوز دو تا دونه دارم پس مدل نمیتونم داخلش ببافم. جوته، دو تا زیر جوته. برای قسمت بعدی هم اینجا توی این سه تا دونه الان میتونم مدل ببافم. سه تا یکی جوته، سه تا یکی، روی گل قبلی رو باید ساده ببافم و اینجا رو دوباره مدل بزنم. همینطور ادامه میدم. روی این گل هم ساده بافته میشه، اینجا رو هم میتونم باز مدل ببافم. پس در طول بافتمون هرچی که تعداد دونه هامون اضافه شد و دیدید جایی میتونید گل رو دیگه اضافه ببافید، این کار رو باید انجام بدید. من به بافت لباسمون ادامه دادم، اضافه کردن ها رو انجام دادم تا الان رسیدم به این مرحله. هر وقت که دیدید بلندی خط تقسیمتون به اندازه کافی شد و تا زیر دست رسید برای اون فردی که دارید میبافید و همینطور گشادی پشت و آستین و جلو به اندازه کافی شد، دیگه باید آستین ها و جلو و پشت رو از همدیگه جدا کنید و بدون اضافه کردن دیگه ببافید. الان
من اندازه میگیرم گشادی قسمت پشت برای من حدود 23 سانت شده از این خط تقسیم تا این خط تقسیم. گشادی آستین رو هم اندازه میگیرم حدود 20 سانت هست. و دیگه بلندی خط تقسیم هم الان برای من حدود 18 سانت شده از یقه تا این قسمت. ولی بیشتر گشادی ها مد نظر هست تا بلندی خط تقسیم. و دیگه الان میخوام قسمت آستین رو از جلو و پشت جدا کنم که روشش رو بهتون نشون میدم. قسمت تا خط تقسیم اولی جلوی لباس هست. از خط تقسیم اول تا خط تقسیم دوم میشه آستین. برای جدا کردن آستین ابتدا از این قسمت شروع میکنیم به بافت. سجاف رو میبافیم، جلو رو میبافیم، آستین رو هم میبافیم. وقتی که میخوایم آستینا رو جدا کنیم و جلو و پشت رو، باید جا دکمه هم دیگه ببافیم برای این لباس. اگر لباسمون مردونه یا پسرونه بود، سمت چپ یعنی این سمت جا دکمه رو توی این سجاف رج روی کار میبافیم. اگر لباسمون دخترونه یا زنونه بود، سمت راست باید جا دکمه رو ببافیم، یعنی روی این سجاف بعدی. این لباس رو چون من الان برای دخترونه در نظر گرفتم، پس این سمت جا دکمه نمیزنم، سمت بعد جا دکمه رو میبافم. قسمت جلوی لباس رو میبافم، دیگه اینجا هم اضافه نمی کنیم بعد از سجاف. و اینجا گل رو هم باید ببافم. زمانش رسیده که طرح بافتم رو هم ببافم. جوته 3 تا 1 1 2 3 3 تا 1 جوته 3 تا 1 همینطور میبافم تا خط تقسیم به خط تقسیم هم که رسیدیم دیگه اضافه نمی کنیم، چون دیگه می خواهیم آستین رو جدا کنیم. اینجاها اضافه نمی کنیم. اینجا هم یه دونه گل باید ببافم. الان دارم آستین رو می بافم. باید همینطور بافت رو ادامه بدم تا برسم به خط تقسیم دوم.
این شکل رسیدم به خط تقسیم دوم. اینجا باید یک دونه از خط تقسیم هامو ببافم برای آستین. خط تقسیم رو نصف میکنم. یه دونش رو میذارم برای قسمت پشت. یه دونش رو میبافم برای آستین. تا اینجا که بافتم بر میگردم. باید روی آستین برگردیم و فقط دیگه آستین رو ببافیم. رج پشت کار رو میبافم. دونه های آستین رو می بافم تا برسم به این خط تقسیم بین جلو و آستین. به این خط تقسیم که رسیدم دو تا دونه داشتیم. باز یک دونش رو میبافم برای آستین، یک دونش رو میذارم برای قسمت جلو. الان من این یک دونه رو هم بافتم و باید برگردم. دیگه قسمت جلو رو هم نمیبافم. بر میگردم و فقط دوباره آستین رو میبافم. پس برای جدا کردن آستین از جلو شروع میکنیم. جلو و آستین رو میبافیم و روی آستین بر میگردیم. بعد دیگه فقط باید آستین رو ببافیم. من این رج رو تا اینجا دوباره میبافم. تا این قسمت. تا این قسمت که نصف خط تقسیم رو برای آستین بافتم. تا این قسمت بافتم آستین رو. این جلو هست، یک رج آستین رو بافتم، برگشتم و دوباره این قسمت رو، این رج رو تا اینجا بافتم. باز بر میگردم و فقط دیگه باید آستین بافته بشه از این قسمت تا این قسمت. دو سه رج آستین رو میبافم و بعد میخوام از کناره های آستین دونه کم کنم که بهتون نشون میدم. میتونید 6 یا 8 یا 10 رج یک بار ابتدای رج و انتهای رج برای آستین دونه هاتون رو کم کنید. باید ببینید گشادی آستینتون چقدره و میخواید چقدر تنگ بشه. تا همینجور که میرسه به موج دیگه یه مقدار دونه هاتون کمتر بشه. پس من چند رج دیگه این قسمت رو میبافم. اگر دیگه به مدلتون هم رسیدید، چون سه رج ساده می بافتیم بعد یک رج مدل رو می بافتیم، دیگه مدل رو هم باید انجام بدید. من از اون رج که شروع کردم آستین رو بافتم و برگشتم 6 رج بافتم. حالا می خوام کم کردن آستین رو بهتون نشون بدم. پس یا 6 یا 8 یا 10 رج یک بار می تونید ابتدا و انتهای رج دونه ها رو کم کنید، ولی اینو دیگه خودتون باید تنظیم کنید. ابتداشو میتونید مثلا یکی دو بار 6 رج یک بار کم کنید و بعد تبدیلش کنید به 8 یا 10 رج یک بار. بستگی داره که بخواید چقدر آستینتون تنگ بشه. دونه اول و دونه دوم رو با همدیگه از زیر دوتا یکی میبافم. هر کاری که برای این آستین انجام دادید برای آستین بعدی هم باید این همین کار رو انجام بدید. اگر که فراموش میکنید حتما یادداشتش کنید که هر دو آستین به یک شکل باشن. این رج دیگه گل رو هم نباید ببافم، رج
روی کار قبلی بافتم ساده اینا رو می بافم تا برسم به انتهای رج. به انتهای رج هم که رسیدم دو تا دونه رو با هم دیگه از زیر یکی می بافم. بعد دیگه 6 یا 8 رج دیگه می بافم و دوباره دوتای اول و دوتای آخر رو دوتای یکی می کنم. میتونید دونه های جلو و پشت رو بقیه دونه ها رو داخل نخ نگه دارید، این آستین رو تموم کنید و بعد ادامه بدید بقیه رو داخل میل بگیرید و ببافید و میتونید همینجوری مثل من دونه هاتون رو داخل میل نگه دارید و فقط آستین رو ببافید. خب رسیدم به این دوتای آخر، دوتای آخر رو هم یکی میکنم. وقتی که دیگه آستین ها رو دارید جدا می کنید دقت کنید که دوباره از دونه های جلو و پشت به اونا متصل نکنید، باشون نبافید. پس دیگه به بافت ادامه میدم، چند رج می بافم، دوباره دوتای اول آخر رو یکی می کنم و همینطور دیگه بلندی آستین رو می بافم. بعد از اون دفعه که دوتای اول آخر رو یکی کردم الان 7 رج دیگه بافتم و دوباره میخوام دوتای اول آخر رو یکی کنم. تعداد دونه ها میشه 46 تا دونه. دیگه برای آستین گشادیش خوب هست، دیگه کم نمی کنم، همینطور میبافم تا برسم به قسمتی که دیگه میخوام کشباف رو ببافم. فقط رج اولی که میخوام کشباف رو ببافم چند تا دونه رو دوتای یکی میکنم که دیگه اون قسمت رو بهتون نشون میدم. پس فقط دیگه بلندی آستین رو میبافم. من بافت آستین رو ادامه دادم، الان حدود 18 سانت بافتم و دیگه میخوام برای آستین کشباف ببافم. شروع میکنم به بافت کشباف، یه زیر یه رو میبافم کشباف. الان 46 تا دونه دارم، میخوام 5-6 تا دونه رو کم کنم. هر از 5-6 تا دونه یه دوتا یکی انجام میدم. اگر نوبت دونه زیر بود به زیر دوتا یکی میکنم. اگر نوبت دونه رو بود به رو دوتا یکی میکنم. مثلا اینجا این چند تا دونه رو بافتم، یه دوتا یکی به زیر انجام میدم. دوباره رو، زیر، رو، زیر، رو، یه دوتا یکی به زیر. اینجا دوتا دونه کم شد. رو، زیر، رو، زیر، رو، زیر. اینجا یه دوتا یکی به رو انجام میدم. زیر، رو، زیر، رو، زیر. دوباره یه دوتا یکی هم اینجا انجام میدم. زیر، رو، زیر، رو، زیر، رو، یه دوتا یکی هم اینجا. بقیه دونه ها رو هم میبافم. فقط دقت کنید که چند تا دونه کم میکنید که برای آستین بعدی هم همین کار رو انجام بدید. رج پشت کار روی هر دونه ای به شکل خودش می بافم. هر دونه زیر هست زیر و هر دونه رو هست رو بافته میشه. دیگه چند رج کشباف رو ادامه میدم و کور میکنم. تا آخر روی هر دونه ای شکل خودش می بافم. بعد از چند سانت که بافتم کور کردنش رو بهتون نشون میدم. کشباف رو ادامه دادم، بافتم، 5 سانت کشباف رو حدوداً بافتم. حالا میخوام کورش کنم. این بلندی آستین از زیر بغل الان میشه 18 سانت به اضافه 5 سانت 23 سانت. ممکنه برای بچه یکم بلند باشه، برای این سایزی که من لباس رو بافتم میتونید کشباف رو برگردونید، چون از زیر بغل تا 20 سانت برای تا یک ساله کافی هست. برای من یکم بلندتر بافتمش.
حالا میخوام کشباف رو کور کنم. دونه اول رو بر میدارم. نگاه میکنم میبینم دونه بعدی زیر هست. یه جوته از روی نخ میگیرم. دونه زیر رو میبافم. بعد اول جوته رو میکشم روی دونه و بعد دونه قبلی رو. دونه بعدی رو هست. یه جوته از زیر نخ میگیرم. دونه رو به رو میبافم. اول جوته رو میکشم روی دونه و بعد دونه قبلی رو. به همین ترتیب دیگه همه دونه ها رو کور میکنم. به این روش کور میکنم که سراسین برای بچه تنگ نباشه. پس دونه زیر از رو یه جوته میگیرم. دونه زیر رو میبافم. بعد ابتدا جوته رو میکشم روی دونه و بعد دونه قبلی رو. دونه رو از زیر جوته میگیرم، رو رو میبافم و به همین ترتیب دونه ها رو یکی یکی میکشم روی سر اون. تا آخر رد دونه ها رو به همین شکل کور میکنم. خب کشباف آستین رو کور کردم، نخ رو یه مقدار بلندتر چیدم که بعد بتونم درز آستین رو باش بدوزم و از داخل حلقه آخری رد کردم و کشیدم که گره بخوره. حالا دونه های قسمت پشت رو آوردم سر میل. باید شروع کنم قسمت پشت رو ببافم تا این خط تقسیم پشت لباس هست و از این خط تقسیم تا این یکی آستین هست. باید تا اینجا ببافم و روی آستین دوم برگردم که بهتون نشون میدم. کاموا رو از اولین دونه از قسمت پشت میارم بیرون، یه گره میزنم و بعد شروع میکنم به بافت. دونه اول رو میتونید ببافید، میتونید در بیارید. این رج الان رجی هست که باید مدل رو هم ببافم و توی این سه تا دونه اول هم میتونم مدل رو ببافم. قبل از این گل داخل این سه تا هم یه دونه مدل میبافم. سه تا یکی جوته، سه تا یکی. روی این گل باید ساده بافته بشه و اینجا گل رو ببافم. دیگه همینطور ادامه میدم قسمت پشت و آستین رو میبافم و به خط تقسیم هم که رسیدم دیگه اضافه نمی کنم. ادامه دادم اینا رو بافتم تا این قسمت که برای آستین هست، فقط قسمت جلو رو نمیبافم. تا اینجا این دوتا دونه تا نصف خط تقسیم بافتم. حالا برمیگردم فقط دیگه باید آستین رو ببافم. دقیقاً کارایی که برای آستین قبلی انجام دادم برای این آستین هم انجام میدم. ابتدا بعد از 6 رج دوتای اول و دوتای آخر رو یکی میکنم و بعد دوباره مثل همون آستین قبل دوتای اول و آخر رو یکی میکنم، بلندی آستین رو میبافم، کشباف میزنم و کور میکنم. تا اینجا تا نصف خط تقسیم می بافم.
و بعد برمیگردم روی آستین فقط. این رنج که دیگه مدل رو هم نباید ببافم، دوباره آستین رو میبافم تا این قسمت که جدا کرده بودم و باز برمیگردم. دقت کنید تا اینجا که بافتید دوباره قسمت جلو رو بهش متصل نکنید. حواستون باشه تا اینجا که بافتید دوباره برگردید تا این قسمت. دیگه دونه آستین رو به همین ترتیب این آستین قبل میبافم، کشباف میزنم و کور میکنم. آستین دوم رو هم تموم کردم. حالا باید یک رج این قسمت جلوی بعدی رو ببافیم و بعد شروع کنیم دیگه جلو و پشت و جلو رو پشت سر هم ببافیم. دونه های این قسمت رو میارم سر میل و نخم رو به این دونه بین آستین و جلو متصل می کنم. یک رج جلو رو می بافم و بعد برمی گردم جلو و پشت و جلوی بعدی رو پشت سر هم می بافم. نخ رو از داخل این دونه دروردم، گره زدم مثل همون دفعه پیش و حالا شروع می کنم این جلو رو یه رج می بافم. جلوی اولی با آستین اول بافته شد یک رج، پشت هم با آستین دوم بافته شد. حالا باید یک رج این جلو رو هم ببافیم. دونه اول رو بر می دارم. الان نوبت رجی هست که گل رو باید ببافم و توی این سه تا دونه هم می تونم یه گل ببافم. پس اینجا سه تا دونه رو با هم دیگه یکی می کنم، یه جوته و دوباره داخلشون می بافم. روی این سه تا دونه باید ساده بافته بشه و گل تکرار بشه. چون لباس رو دخترونه در نظر گرفتم دیگه از این قسمت باید جادکمه هم بزنم و گفتم که جادکمه برای لباس دخترونه سمت راست لباس زده میشه و این رج باید انتهای رج توی سجاف جادکمه بزنم. سجافم 10 تا دونه بود. این 10 تا دونه باید جادکمه رو وسطش ببافم. پس 4 تا یا 5 تا دونه رو میبافم و یه جادکمه میزنم. این 4 تا دونه رو که بافتم جوته و این 2 تا دونه رو از زیر با هم یکی میبافم. و بقیه دونه ها از زیر بافته میشن. رج پشت کار سجاف رو باید زیر ببافم. و جوته رو باید طوری ببافم که سوراخ بیفته برای جادکمه. پس این نخ بلندش رو میبافم به این شکل. و بقیه دونه ها رو به زیر میبافم. سجاف رو گفتم حتما بشمارید که اشتباه نکنید. بقیه دونه ها رو باید به رو ببافم رج پشت کار. دونه های جلو رو که بافتم دونه های پشت رو میارم سر میل، نزدیک میکنم به این دونه ها و پشت سر اینا باید پشت رو هم ببافم. میتونیم این دونه رو با یک دونه از این قسمت پشت دوتا یکی کنیم و بعد بقیه دونه ها رو ادامه بدیم و میتونیم پشت سر هم ببافیم. حالا من این دوتا رو با هم یکی میکنم که محکم تر باشن و بقیه دونه ها رو پشت سر هم دیگه میبافم.
دونه های پشت تا اینجا ادامه دارن. اینا رو میبافم. میرسم به جلوی بعدی. دوباره این دوتا دونه رو با هم یکی میکنم. پشت سر اونا این رو هم میبافم. باید تا این سجاف ببافم که فقط این 10 تا دونه سجاف رو به زیر میبافم. پس همه اینا به رو 10 تا دونه به زیر تا اینجا میبافم. پس همه دونه ها دیگه پشت سر هم قرار گرفت. جلو و پشت و جلو پهلوها درز نمیخوره. رج روی کار. الان دیگه باید همه دونه ها رو زیر ببافم. رج روی کار قبلی مدل رو هم زدم. الان دیگه نباید مدل بزنم. فقط دیگه همه رو ساده زیر میبافم. رج پشت کار بعدی 10 تای اول آخر زیر بقیه رو. رج روی بعدی روی کار بعدی دوباره مدل باید ببافم. دیگه باید همین کار رو ادامه بدم. بلندی تنه رو باید ببافم و پایینش رو کشباف بزنم و کور کنم. دیگه لباسمون کار خاصی نداره. پس من ادامه میدم از زیر بغل حدود 20 تا 22 سانت دیگه با کشباف میبافم. دیگه به همین ترتیب تنه رو فعلا ادامه میدم و میبافم. خب من دو رج بافتم. دوباره در این رج باید مدل ببافم. فقط خواستم یه نکته رو بهتون بگم. این قسمت جلو رو ببافم تا برسم به محل اتصال جلو و پشت. در محل اتصال شما شاید دونه هاتون بین گل ها کمتر یا بیشتر از 3 تا دونه باشه که دیگه باید اون قسمت خودتون دونه ها رو جور کنید. اگر تونستید مدل ببافید که مدل رو میبافید. اگر نتونستید مثلا 4 تا دونه داشتید بین دوتا گل، دیگه اون 4 تا دونه رو باید تا پایین بافت دیگه منظم ادامه بدید. برای پهلوی لباس هیچ مشکلی نداره. دیگه خودتون میتونید دونه هاتون رو تنظیم کنید. خب اینجا الان من این 3 تا رو بافتم. گل بعدی اینجا این 3 تا هست که باید ساده بافته بشه. روی اینها رو هم ساده بافتم. اینجا باید الان یه گل ببافم ولی فقط 2 تا دونه دارم. همین 2 تا دونه رو تبدیل به 3 تا دونه میکنم که دیگه برای گلهای بعدی مدلم جور بشه و به بافتم ادامه میدم. شما اگر 4 تا دونه اینجا داشتید میتونید داخل 3 تا دونش یه گل ببافید ولی 1 دونه رو تکی نگه دارید. دیگه اون 1 دونه رو تا پایین کار باید حواستون باشه که این قسمت بوده. اینا رو هم میبافم دوباره تا برسم به محل اتصال پشت و جلوی بعدی. اینجا رو که باید ساده ببافم روی این گل رو، اینا رو باید گل ببافم. این 3 تا دونه رو دوباره این ساده این گل. پس اینجا 3 تا دونه رو دارم. میتونم داخلشون گل ببافم و دیگه پشت سر هم گلا رو ادامه بدم. برای جادوک به هم. برای این اندازه میتونید 3 تا یا 4 تا جادوکمه ببافید. اگر که خواستید 3 تا جادوکمه ببافید میتونید 7 سانتی یه دونه جادوکمه ببافید. اگر خواستید 4 تا بشه میتونید 5 سانتی یا 6 سانتی یه دونه جادوکمه بزنید تا پایین کار. پس دیگه من بقیه بافت رو ادامه میدم. من بافت تنه لباس رو ادامه دادم. از زیر بغل تا این قسمت حدود 18 سانت بافتم و الان دیگه میخوام کشباف رو ببافم. حدود 5 سانت هم کشباف میبافم و کور میکنم.
برای کشباف پایین لباس میتونیم این قسمت سجاف رو تا پایین ادامه بدیم و از بعدش کشباف رو شروع کنیم. میتونیم از همین ابتدا دیگه شروع کنیم کشباف ببافیم. حالا اینجا من سجاف رو تا پایین ادامه میدم و بعد از اون دیگه کشباف رو میبافم. چون کشباف بافت رو جمع میکنه دیگه نیاز به کم کردن هم نداره، پس کم نمی کنم و فقط بعد از سجاف یه زیر یه رو دونه هامو میبافم. این 10 تا دونه یه سجاف، حالا اینجا یه دونه زیر میبافم، یه دونه رو، یه دونه زیر، یه دونه رو تا آخر و در انتها 10 تا دونه یه سجاف بعدی رو هم میبافم و چند رج این کار رو انجام میدم. اگر که جا دکمه هم بخواید بزنید دیگه، یک دونه دیگه جا دکمه هم این قسمت میتونید بزنید، ولی خیلی دیگه پایین نباشه جا دکمه تو. پس من به بافت کشباف ادامه میدم. من کشباف رو چند رج بافتم، حالا سانت میگیرم. حدود 5 سانت من کشباف رو بافتم. حالا میخوام شروع کنم به کور کردن. میتونید کشبافتون رو مثل همون سر آستین کور کنید، میتونید ساده کور کنید. این قسمت که رکن هست رو دونه هامو به زیر میبافم و دونه قبلی رو میکشم روی سر اون. اینو به زیر میبافم، دونه قبل رو میکشم روی سرش، دونه بعدی رو به زیر میبافم، دونه قبل رو میکشم روی اون. به همین ترتیب این قسمت رکن رو کور میکنم. برای کشباف باید هر دونه ای رو همون شکلی که میبینم ببافم و دونه قبل رو بکشم روی سرش. این دونه زیر هست، زیر میبافمش و دونه قبل رو میکشم روی اون. دونه بعدی رو هست، رو میبافم و دونه قبل رو میکشم روی اون. به همین ترتیب دیگه همه دونه همو تا آخر رج کور میکنم. فقط در انتها باز هم همه دونه ها رکن هست که اونها رو به زیر میبافم و کور میکنم. تا آخر ادامه میدم. بعد از کور کردن کشباف پایین لباس باید درز آستین رو بدوزیم. فقط همین دوتا درز رو داریم. من درز رو از روی کار میدوزم. ابتدا این دو قسمت رو به همدیگه متصل میکنم و بعد سوزنم رو از این قسمت میارم بیرون و باز از سمت مقابل از این قسمت سوزن رو فرو می کنم و از اینجا میارمش بیرون. از هر طرف کنار کارم باید یک گندمی باشه به این شکل. سوزن رو از این قسمت میارم بیرون و از طرف مقابل این قسمت هست که یه گندمی کنار کار باشه. به همین ترتیب ادامه میدم. یک بار از این سمت و یک بار از سمت مقابل. و بعد نخ رو میکشم و جمعش میکنم. به همین ترتیب دیگه درز رو تا انتها میدوزم.
البته دوختن درز روش های مختلفی داره که در آموزش های قبلی بازم روش های دیگرش رو نشون دادم. تا انتها درز رو میدوزیم. من درز آستین ها رو دوختم و نخهای اضافی رو مخفی کردم و دکمه های لباس رو هم متصل کردم. شما هم همه این کارا رو انجام بدید و اگر دوست داشتید میتونید یه بخار هم به بافتتون بدید. از فاصله 5 سانتی متری فقط بخار اتو رو به بافت بدید و با یک دست یا جسم سنگین مثل اتوی سرد میتونید بذارید روی بافتتون رو بردارید که بافتتون صاف بشه. و هرگز اتوی داغ رو روی بافتتون نذارید. اگرم که خواستید اتو کنید با حرارت ملایم و از روی یک پارچه و اتو رو نکشید روی بافت. فقط بذارید و بردارید. امیدوارم که از بافت این کت هم لذت ببرید. برای بافت این کت من حدود یک کلاف و خورده ای از اون کانوایی که بهتون نشون دادم استفاده کردم و این کت به اندازه یک کودک یک ساله هم میشه. از نوزادی تا کودک یک ساله میتونید تعداد دونه هایی که سر انداختیم و تقسیم رو انجام بدید، ولی برای یک ساله بلندی خط تقسیم به این اندازه شد. اگر که برای نوزادی بود میتونید کمتر ببافید و بعد جدا کنید که لباستون کوچکتر بشه. اگر که از آموزش خوشتون اومد لطفاً اون رو لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید. ممنونم که تا پایان این آموزش با من همراه بودید.